مخاطبان گرامی با درود و سلامتی، همی هیستری جنگی هم چیه چیز همینطور مکروهی است. مقامات پولند این صدر اعظمش گفته که، یعنی بر روسیه گفته، روسیه را گفته که شما بیاین، پوتین گفته که ما در کشتن روسا با شما همکاری میکنیم. یعنی که وقتی که شما میاین بالای ما حملور میشین، ما در کشته همه شما میشین، اما ما با شما در کشتنتان همکاری میکنیم. عجیب بود. البته این موضوع یک موضوع تاریخی است. ما یک برنامه همینطور همه صاف و شفاف دیگه را بعدا پلان میکنم که چرا پولندی های قدر داغ هستن سر روسا. یک دماغ بسیار بالا دارن و این مربوط میشه به اوایل قرن 20 که اینا بسیار ضربات بر روسا زده بودن و یک چیز مهمی است. اونا به مو خاطر بسیار به مو غرور تا حال صحبت میکنن. نظامیان اوکراین حال قرار است 10,000 روانشناس روان کردن که اونا رو جور بکنن. یعنی اگر اردوی که پیش روانشناس میره و باز با گپش به اینجا کشیده، او مگر کاری خواهد کرد؟ و سفر مجبوری پوتین به کره شمالی را یک نگاه میکنیم، چرا یک رقم به ما استایل پوتین زیاد برابر نیست، همینطور نیست؟ خب کرملین لفاظی های ناتو در آماده سازی تسلیحات هسته‌ای را به اصطلاح تشدید مستقیم تنش خوانده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که بیانیه اخیر استولتنبرگ دبیر کل ناتو در مورد وضعیت آماده باش ذراتخانه‌های هسته‌ای تشدید تنش است. خب تشدید تنش است، خب شما می کار کردین دیگه. یعنی اولین بار است که غربی کار کرده. یعنی تا حال خب روسا می گفتن که زیردریایی اتمی رو می برین در کجا، کاروان تسلیحات اتمی رو مستقر حرکت می تین به طرف بلاروس و همیشه از جنگ هسته‌ای صحبت کنم، به شمول خود پوتین. مدویدوف هر روز میره میگه. خونق بالاخره یک بار استولتنبرگ گفتن، معلوم دار است تشدید دانش است. انفجار مهمات در یک زمین آموزشی در چکسلواکیا بعضی سوالات به وجود آورده. در لیباو یک منطقه است، در برنامه قبلی یک انفجار و خرابکاری در یک کارخانه اسلحه سازی انگلیس که سلاح‌ها را بعد از تولید و مهمات را به اسرائیل منتقل می‌کردند در اونجا تخریب شده. آدمای ناشناسی آمدن زدن و ویران کردن رفتن. حال انفجار در مهمات در زمین آموزشی نظامی چکسلواکیا شده، چک شده و این خبر در سایت ارتش چک منعکس شد. یعنی فکر کن که سایت رسمی وزارت دفاع را گزارش کرده. سایت تست لیباوا در شرق چک نزدیکتر به اوکراین است. اونجا شبه نظامیان اوکراینی را میتونید هزار هزار می آوردن از اواخر 2022 به این طرف، اونجا آموزش میدادند، آماده میکردند. خوب صحیح دیگه اونو میجا را گرفتن در دادن. این شاید بخشی از جنگ های نامشهوده که به جنگ نامتقارن مربوط میشه، مربوط به اصطلاح ارتباط داشته باشه که همون کار روساست. ایره به خاطر دی برنامه آوردم که از این رقم حوادث از این بعد فکر میشه که بسیار زیاد خواهد شد. چرا عملیات مخفی زیرزمینی هم در حال افزایش است. در سطح اروپا فکر میکنم زیاد میشه. نیروی هوایی جدید برای اوکراین حال گفتن که دوباره دیلی بیست البته ایر گزارش کرد که بر بزودی میان و مشکوک به نظر آدم میرسه به خاطر از اینکه همیشه گفتن، مثلا گفته که جت اف 16 باز اف 16 اف 16 گفته مغز اوکراین خراب کردن، کسی بر از اون نداد. حالا میگه که از هالند و بلژیک میان در حال به صلاح چی است؟ آماده سازی است. سویدن هم هواپیمای نظارتی ASC 890 برای تقویت قابلیت های راداری و رادیویی و اوکراین میفرستم. خب بالاخره پس همینطور
به شکل حشری ارسال اسلحه را شروع کردن. ایف 16 میتون با جتای روسی درگیر شوند. خب تال خونه ایف 16 است، نه عملیات از ایناست، اما تبلیغات اینمی تو کلان میسازن و تلفات نیروهای اوکراین رو به افزایش است. کسی در چرت از اونها نیست. اونا که اهداف زمینی رو مورد حمله قرار میدن، سلاح پیشرفته غربی استفاده میکنن. خالی هم مثلا مگفت اف 16 ما فکر میکنم که یک کود است، یک کود تبلیغاتی است که بسیار زیاد شد دیگه. حالا میگن که این آموزش ها در حال انجام است، تا پایان سال تحویل داده میشه. خب خواد دیدیم، گیریم که این کار شد. اینا در برابر تسلیحات روسی چی کار کرده میتون؟ رویترز گزارش کرده که اوکراین حدود 6 هفته اول فرصت داره در داخل خودش یک مشکلات دیگه برآمده. قرض دار است، زیر قرض غرق است اینمی اوکراین. 6 هفته برش وقت دادن تا این مشکل مالی، بحران مالی که پیدا شده ایر حل بکنه. اگر نکنه چطور؟ اعلام میدن میرن. خب این گفتن که باید شرایط قرض خود، شرایط بدهی خود که 20 میلیارد دلار است دوباره ایر بررسی بکنن. اما کسایی که با دارنده های اوراق بهادار هستن، اما که بالا از اونا بفروشن، به توافق نرسیدن. توافق فعلی در ماه آگست به پایان میرسه، بعد از او دیگه پیش از او باید رای حل پیدا بکنن. یعنی اینا را IMF یک مقدار پول قرضدار میته، میگه که خب ای به شرط ما برات میتونم که قرض قبلی تا باید تو بدی پرداخت بکنی. او قرض قبلی از کجا پرداخت بکنه؟ یعنی کاری که سر پاکستان شده. حالا پاکستان در یک حد است که هیچ کس برش قرض نمیده. به این ترتیب اوکراین این مشکلش خب شاید او رو حل بسازن چون شرایط جنگی است، مگر این برای مردم بسیار فشار میاره. ریزش مالی بسیار ریزش خطرناک است، حتی در سطح یک خانواده خطرناک است. یک کشور از جنگ در تحول دیگه که آمده در اوکراین است که حال پل کرچ کریمه را که یک بار زدن، اینا میخواستن که ارتباط جزیره کریمه را با روسیه قطع بکنن و غرب تمام زور خود زد. حال به نظر میرسه که اوکراینیا دیگه نمیخوان که پل کرچ کریمه را تخریب بکنن. چرا؟ جایگزین استفاده از پل روسا درست کردن. دیمیترو پلتنچوک سخنگوی نیروی دریایی اوکراین است، یادم گفته که تخریب پل کرچ در کریمه اشغالی دیگه حال قدر زیاد مهم نیست، به خاطر از اینکه روسیه دیگه به سختی از او برای اهداف نظامی استفاده میکنه. مسیر تدارکات نظامی خود روسیه حال از طریق پل انجام نمیده، دیگه راه ها را باز کرده. ببینید سرمایه گذاری غرب چقدر سر این پل بود. بالاخره در یک دوره 3 ماه امسال تنها در یک بار قطار نظامی با 55 واگن بوده و مواد سوختی بود از این عبور کرده. دیگه همه چیزا راه خود عوض کرده روسا، یعنی راه های تدارکاتی و اکمالاتی استراتژیک که دیگر روسیه ساخته، یعنی به اصطلاح کمتر از یک چهارم کل محمول های ترانزیت حال از این پل عبور میدن. یعنی پل بلا استفاده شده، اما پل معروفی که روسیه را با جزیره کریمه وصل میکرد. در عوض چی کردن؟ روسیه از گذرگاه های از به اصطلاح که گذرگاهی که برای کشتیرانی درست کردن در کرچ در اطراف ازی استفاده میکنن. راه های به اصطلاح این مسیر کشتیرانی رو باز کردن اونا، که یک دفعه مگه یادتان باشه ارتش اوکراین به کشتی و گذرگاه حمله کرده بود. دیگه تمام. به این ترتیب ای پل بعد از خساراتی که دید دیگه او اهمیت تکتیکی و استراتژیک خود را دست داده، متروکه شده.
خب این حال تخریب ای پل تا حال خب چی فایده تخریبش کردن، اما امروز یک قریه را اینا آزاد کردن نتونستن. تخریب پل چی فایده چی بود؟ این حملات هرگز مانع تدارکات ارتش روسیه در جبهات نشد. ایره به خاطر دی برنامه آوردم که این چه رقم جنگ در حال تغییر است. به اصطلاح نقطه های حفره های آسیب پذیری خود یک کشور در حال جنگ میبنده و یک راه دیگه ایره باز میکنه به طرف خود، و این یک کار تاریخی است که صورت گرفته. این حال گزارش دیگه که از جبهه زاپوروژیه میرسه از اوکراین، روحیه سربازان کاملا فرو پاشیده. ایره که خبر داد ولادیمیر روگوف رئیس کمیسیون نظارت بر حاکمیت روسیه است، یادم چی کرد؟ گفته که از دست دادن روستای رابوتینو، رابوتینو بسیار مهم بود در نزدیکی زاپوروژیه، روحیه نیروهای اوکراین در خط مقدم بیخی خراب کرده. چرا یک دفعه رابوتینو را اونا گرفتن دست به دست شد، این دفعه که روسا او را گرفتن، یعنی امید اوکراینیا در زاپوروژیه شکسته. در دی جبهه اینا هیچ رویه ندارن. وضعیت روانی کل شبه نظامیان اوکراینی این مساعد به جنگ نیست، توانایی رزمی رو به کاهش است. به خاطر از اینکه یک اصلاحات بیاره حال مقامات اوکراین، روانشناسا رو از هر طرف جمع کرده میرن که بیارن در خط اول زاپوروژیه اینا رو تشویق بکنن که بجنگین، نترسین، روحی تا ندست نتین، روحیه را به وسیله روانشناس میخواین اینا جبهه را پیش ببرن، جبهه جنگ کار به اینجا کشید. این شما چه فکر میکنین؟ با گپ خالی کسایی که بیان از یک جای دیگه روانشناس گفته، او کسی که روحی خود در جنگ از دست داده که عوامل مختلف داره، عوامل سیاسی و جنگی و عملیاتی داره، او روانشناس چی میفهمه؟ چی بگویش؟ چقدر جالب است. خب بالاخره روگوف میگه که اکثر روانشناسان و مبلغان از هر جای جمع میکنن میبرن به واحدها تا سربازان و افسران قانع بسازن که یعنی خیر است، امو رابطینو که از بین رفت کدام معنای نداره، حالا به زودی به خیر این نیروهای مسلح اوکراین و جلو یک حمله انجام میتن. پس امی گپم شده رابوتینو یک منطقه بسیار مهمی در خط مقدم در این زاپوروژیه است. زلینسکی او را به عنوان دستاورد اصلی ضد حمله خود دمی جون سال گذشته حساب میکرد. یعنی رابوتینو رابوتینو آل او را گرفتن، پس دوباره از دست رفته. برای تصرف از اونمو نیروهای مسلح اوکراین به اصطلاح اما قطعات بسیار زبده که در غرب آموزش دیده بودند، از ذخایر استراتژیک او را وارد جنگ کرده بودند. او را یک بار آزاد کردن اما از دستشان رفت. از دستشان که رفت اینال کم کلش روانی شدن، یعنی به اصطلاح ما شما بیخی اعصاب خود از دست داد. کسی که اعصاب خود از دست داد دیگه او جور نمیشه، او رو اینا باید از خط اول بکشن. خود خط اول جنگ نفر نیست دیگه. اما طور که پیشتر عرض کردم، دودا رئیس جمهور پولند گفته که پوتین میخواه که سربازای روسی رو به طور دست جمعی در اوکراین سوق بکنه و کشته شود، با کشتن میته سربازان روسی را. ببینید خودش دودا نه اوکراینیس نه روسی، از کجا گپ میزنه؟ میگه پوتین کل سربازای خود به قصابی آورده و ما برش اطمینان میتیم که ما در قصابی شما را همکاری میکنیم، یعنی ما با اوکراین همکاری میکنیم و تمام ذخایر خود به کار میگیریم تا کل سربازان روسی کشته شوند. رئیس جمهور یک کشوری که با روسیه در جنگ نیست اینطور میگه، شما عاقبت را ببینید. حالا پوتین بر اولین بار در 24 سال گذشته دیگه مجبوریت جنگ میره و کره شمالی میمانه.
مرد راکتی او کره شمالی میشه. گفته که از در تاریخ 18 تا 19 یک روز می. اما دیگه دو روز همین جون تقریبا این امروز حرکت میکنه، امروز حرکت میکنه، میرن اونجا. اولین سفرش به پیونگ است از سال 2000. خب البته کیم جونگ اون در سپتامبر پارسال آمده بود، در قطار آمد و بسیار استقبال شد، رفاقت کرد با پوتین و باز بعد از او بسیار اکمالات برای روسیه رسید. چرا از دوران جنگ دوم جهانی سلاح های زیادی اختیار داره بود رئیس جمهور کره شمالی. خب آخری باری که پوتین به کره شمالی سفر کرده بود در جولای 2000 بود. جولای 2000 دیدار در دوره اول ریاست جمهوری بود. او وقت پدر از او بچه زنده بود. حالا اینا به پسرش معتاد شدن مثل که. خب حالا میگم که سفر تاریخی است، مگر تغییر دهنده بازی خود بود؟ امکان داره. چرا این کشور بسیار یک کشور بسته و در درون خود بسیار گپا داره. خب البته پوتین به ندرت روسیه را ترک میکنه به خاطر از اینکه دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت سال گذشته داده و هر جا هم که میره با یک جمعی از هواپیماهای بسیار فوق پیشرفته و شکاری پیش میره. حالا میره اونجا برای چی؟ گپ باید مهم باشه. بله مهم است، یک معامله بزرگ باید صورت بگیره که او چی است؟ انتقال تسلیحات و مهمات است. یکی از تسلیحات ذخیره تسلیحاتی کره شمالی بسیار زیاد است. یکی دیگه ای که اقدر اکمالات ذخایر که میخواه پوتین پر بکنه ای به چی کار است؟ ای بدون شک علی ناتو است. و دیگه با و آدم صحبت میکنه که اگر جنگ با ناتو در میگیره ما باید چی بکنیم، شما باید چی بکنیم. اینی که پام است، یعنی این حرکت پوتین برای تقویت روابط بسیار عمیق با کره شمالی بعد از نشست سران G7 و اجلاس صلح در سوئیس است که کلا همه از اوکراین پشتیبانی کردن، کل شعار جنگ دادن همگی. به این ترتیب آل پوتین همه تو اینا رو دور میزنه، میره به کره شمالی و ممکن است که در کشور دیگه هم بره. اما این بسیار مهم از رابط روسیه و کره شمالی با پایان جنگ جهانی دوم باز میگرده، وقتی که اتحاد شوروی با تاسیسات به اصطلاح با تاسیس کشور کره شمالی کمک کرده بود. اگر نه اگر شوروی نمی بود، امریکایی ها که حمله کردن کره جنوبی را گرفته بودن پس دوباره را می گرفتن، اما شوروی استادش کرد. با وجود فراز و نشیبای دوران جنگ سرد و فروپاشی شوروی، اتحاد استراتژیکی دو کشور محکم است. در سپتامبر وقتی که کیم از روسیه بازدید کرد ایره بردن به تاسیسات نظامی از جمله کارخانجات جت. به نظر می رسد که مبادله تسلیحاتی هم است. کره شمالی از او زمان باز با وقت کورف به ارائه کمک های نظامی بسیار به روسیه مبادرت کرد، از جمله گلوله های توپ و مهمات دیگر، چون بسیار ذخایر از اینا زیاد است. کارخانه های کره شمالی هم اضافه کاری کردن. کارخانه های تولید مهمات در کره شمالی حرف نداره، سب برجسته است. کارشان رو شب و روزی کردن، مهمات بر روسیه تولید میشه. اقع مهمات خو اینا در جنگ تولید نمیشه، اینا بر ذخیره است، بر اروپا نیست، بر اینمی پولند نیست، کی میفهمه؟ اما فقط از روی تجربه به اصطلاح انفسی و صلاح جنگ ها ما شما میدانیم که بله ای با اوکراین نیست. حالا کرملین قصدش ایست که همکاری های خود در بخش های تکنولوژی فضایی با کره شمالی اضافه کنه.
یک چیز دیگه است که اینا میسان ارتش هوش مصنوعی و سایبری جور میکنن. یعنی یه هوش مصنوعی چی یک بلای برد شداله کی دیگه آینده را چه رقم خواد کرد، آینده را از انسان خواد گرفت یک شکل کس نمیفهم خوله ای ترسیده. اینال ای اتحاد عمیقتر است. ای اتحاد از چی است؟ از دشمنی مشترکشان با غرب منشأ میگیره و فعلا نیاز روسیه به حمایت کره شمالی در جنگ اوکراین. البته تلاش های امریکا هم بسیار شدید خواهد شد از مسیر کره جنوبی. کل کشورها اینمی رقم یک ساختار با وجود آوردن، اردوگاه میزنن هر طرف. تلاش های امریکا با وجود اشکال عجیب جنگ روانی ادامه داره. در اون طرف مگر بسیار دیدیم که به شکل توهین آمیزی کره شمالی بالونای پر از زباله را، بالونای که اون طرف میرن به کره جنوبی و از طریق بلندگوها هر چیزی میگوین و منفجر میکنن او را و تمام زباله ها در خاک کره جنوبی پاش میشه. یه انسان چه یک موجود است کل انسان ها. خب غرب آله خود در یک حالت هشدار میبینه. از چی نگاه؟ از رفاقت خطرناک بین پوتین با کیم. بله سفر پوتین به اینجا که رابطه ناگسستنی رفیقانه نامش ماندن، براستی اگر رفیقانه بگویم هم کره شمالی که یک رفیق جنگی شکست ناپذیر با روسیه است هیچ وقت نگشته. پوتین هم میگه که کسایی که با چالش کشیدن رابط روبروش فکر میکنن دوباره فکر کنن، یعنی ما همه چیز ما درست پیش میره. مرکز استیمسون یک اندیشکده است مسائل جهانی را تحلیل میکنه. ای گفته که سفر پوتین بسیار اشتباه است که مثلا صرفا بگویم میره معامله تسلیحاتی میکنه. کرملین این سفر یک دیدار دولتی دوستانه توصیف میکنه که و روابط بسیار عمیق. ولی اولش به اسم حالت شتابانش همیست که معامله تسلیحاتی است. دیلی میل گفته که زلنسکی خودش خود به نخست وزیری معرفی کرده. البته کدام اشتباهی صورت گرفته، دیلی میل نشری انگلیسی دفتن او را گرفته. در یک مقاله گزیده عکسای نشست سران در سوئیس انداخته، گفته که نخست وزیر زلنسکی هشدار میده که کمک های نظامی ارسال شده به اوکراین به شکست روسیه کمک نمی کند. امی تیتری که زده بودن چند ساعت بعد از انتشار هنوز تغییر نکرده بود. و هم در سایت خود اوکراینیا دوره ریاست زلنسکی که در 20 ماه می به پایان رسیده و پوتین هم گفته که مشروعیت نداره. ای که لقب نخست وزیری رو به زلنسکی میتن او چیزایی است که ممکن است در پس پرده اتفاقات باشه که بعدا فاش شود.